همراهان محترم سلام، وقت بخیر. به این سروی مهم خبری از کانال Breaking News افغانستان خوش آمدید. جهدی آگاهی از تازه ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب کنید و در ادامه به مشروع خبرها. نیروهای ویژه ارتش سابق افغانستان به جبهه مقاومت ملی پیوست و با سقوط افغانستان ارتش ملی در این کشور از هم پاشید. تعدادی از نیروهای ارتش ملی که از افغانستان خارج نشدند به جبهه مقاومت ملی پیوستند. سربازرس ویژه آمریکا در امور افغانستان با نقل از آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا اعلام کرد که ده ها تن از نیروهای ارتش ملی افغانستان به جبهه مقاومت ملی پیوستند. در این گزارش آمده است که پس از ماه آگوست تعداد زیادی از نیروهای ارتش افغانستان به ویژه کماندوها سرگردان و بی برنامه بودند. تعداد از آنان به ایران رفتند و شمار نیز از طریق برنامه تخلیه به کشورهای غربی انتقال داده شدند. اما بخش از اعضای ارتش که در افغانستان مخفی شده بودند برای فرار از طالبان به نیروهای جبهه مقاومت ملی پیوستند. علی میثم نظری مسئول روابط خارجی جبهه مقاومت ملی نیز در پیوستن نیروهای ارتش سابق به این جبهه تایید کرده است. آقای نظری با انتشار توییت‌های بازرس ویژه آمریکا سیگار در صفحه توییترش نوشت: نیروهای کماندوی ارتش سابق در حال حاضر ستون فقرات جبهه مقاومت ملی را تشکیل دادند. آقای نظری همچنان از احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی نقل قول کرد که این جبهه به دنبال بازسازی دوباره ارتش افغانستان است. پس از سقوط دولت جمهوری اسلامی افغانستان وضعیت نیروهای امنیت آن کشور در حالی از ابهام قرار داشت، هرچند که نیروهای ویژه افغانستان موسوم به قطعه 01 تا 31 آگوست که آخرین روز تخلیه افغانها بود در اطراف فرودگاه کابل فعال بودند. نیروهای پلیس و ارتش ملی در همان روز اول سقوط دولت از هم پاشیدند. پایگاهی ارتش افغانستان در شهرهای دیگر نیز قبل از آن هم از هم پاشیده بود. تعدادی از سربازان و افسران ارتش که نگران انتقام گیری طالبان بودند در همان روز اول به کشورهای همسایه فرار کردند. هزاران تن از نیروهای ویژه افغانستان با هواپیماهای نظامی آمریکا از افغانستان خارج شدند، اما تعداد از این نیروها با ولایت پنجشیر رفتند و جبهه مقاومت ملی را تشکیل دادند. گزارش‌های بسیاری از قتل، شکنجه و زندانی شدن از روی ارتش سابق و دست طالبان منتشر می شود. این گروه برخلاف اعلام عمومی در مورد سربازان ارتش افغانستان با خشونت و کینه‌ورزی برخورد می کند. با وجود برخورد تند طالبان علیه سربازان ارتش سابق، یک گروهی از خلبان‌های نظامی افغانستان خواستند که با استفاده از آف عمومی به افغانستان بازگردند و نیروهای هوایی این گروه را بازسازی کند. تاکنون هیچ گزارش از بازگشت خلبان‌های افغانستان که اکثرا به کشور تاجیکستان فرار کرد و از آنجا به کمپ‌های موقت امارات متحده عربی در شهر ابوظبی منتقل شدن منتشر نشده است. اما به نظر می‌رسد این گروه توانستند بخش از هواپیماهای نظامی را دوباره فعال کند. در 20 سال گذشته نیروهای کماندوی افغانستان به طور مستقیم زیر نظر نظامیان ویژه آمریکا آموزش دیده بودند. یک از قدرتمندترین نیروهای کماندو در منطقه محسوب میشدند. اما با سقوط جمهوریت در یک روز ارتش 300 هزار نفری افغانستان از هم پاشیدند و نیروهای شبه نظامی طالبان قدرت را در این کشور به دست گرفتند. با امید روزی که شاهد یک افغانستان سربلند و آباد باشیم. سپاس از اینکه ما را تا این لحظه همراهی کردید. تا یک ویدیوی دیگر، خدا نگهدار.